سلام بر شما، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. علی رضا قاسمی هستم با برنامه دیگری تحت عنوان کانتکت، آن هم آن در کانستراکشن یا کانتکت در دست تعمیر، با یک حرف همیشگی، یک صحبتی که بارها و بارها گفتیم برای ملتی با 7000 سال تاریخ مدون که هر روز بهش افتخار میکنن و جامعه‌ای که هممون به اون یکی میگیم نیاز به تعمیر داره. بارها گفتم و باز هم میگم که این جامعه در دست تعمیر، منظورم چی؟ آره باریکلا، منظورم شما نیستی، منظورم کیه؟ بغل دستیتونه. بغل دستیه نیاز به تعمیر داره، ولی شما چی هستی؟ گلی. بله باریکلا، زودتر از من دیگه میگید این حرفا رو. شما که گلی، بغل دستیه رو در به قول معروف دریابی، چون اونه که مشکل داره برای شما. یه موقع ممکنه تو نظر شما و افکار شما هم تأثیر بذاره، حواستون به اون باشه. قدر از که داستان ها زیاده، داستان ها پر از ماجراهای مختلف در این قصه ماست. قصه کمدی درام تراژدیه که توش اکشن هم داره. یعنی اگر یه همچین قصه ای رو به هالیوود هم بگید، خودشون یه جورایی این وسط آچماز میمونن که یعنی چی؟ مگه ممکنه همه اینها در یه قصه باشه؟ اما در شهری که من درش به دنیا آمدم و شما توش زندگی میکنید، مطمئنن این قصه هم دارید که در هیچ جای دنیا مثل این نیست و نداریم. به هر صورت امروز در برنامه کانتکت در دست تعمیر با ما همراه باشید. خدمت هست که همه چیز خوبه، یعنی اوضاع بود عالیه، وضع توپ، زندگی به خوبی داره جلو میره، اصلا به وفق مراد. این چرخه چه خوب داره میچرخه، همه کارها درست داره پیش میره و درست جلو میره. و بعد از اینکه تمام اتفاقات افتاد، یک مسئله مهمترین مسئله شد. مهمترین مسئله مسئله درباره یک دختر 17 ساله بود که اصلا انگاری خواهرمونه، انگاری دخترمونه، انگاری که اصلا این یک روح که در دو جسم دمیده، یکیش اون یکیش ما. و کلن اصلا خیلی خیلی سر صدا کرد، کسی نبود دربارش حرف نزنه. هر جا چرخیدیم درباره این دختر نازنین صحبت کردن که یک شبه مطرح شد و معروف شد. مائده هوجبری، مائده هوجبری یک ماجرا رو با خودش شروع کرد. زمانی که مائده رو دیدم، چند وقت پیش بود که توسط یکی از همکارانم ایشون به من معرفی شدش، از لحاظ ویدیویی به من گفتن ببین چقدر قشنگ می‌رقصه، ما دیدی بود باریکلا چقدر خوب می‌رقصه، چه با حس می‌رقصه. و کاراش هم شنی نبود، بعدم نبود، هیچ مشکلی هم نداشت. و بعدم ما یک قسمت کوتاهش پخش کردیم و گذشت تا اینکه گفتن که مائده معروف‌تر و مثل که معروف‌تر شده بوده. بعد بعضی جاها شایع بود که حتی مائده مثلا گفته که آقا طرفدارای من بیاید در مثلا یک کافی شاپ تو نارمک، من دارم اونجا جمع میشم، بیاین شما هم مثلا اونجا. دیگه پیام میفرستاد واسه مردم، مردم ازش سوال میکردن، اون جواب میداد. بعد میگم مثلا حرف بد نزنین، اگه حرف بد بزنین مثلا این صفحه من اونجوری که دارم. خلاصه این مسائل داشت. یه سریا که میان خیلی کامنتای بد میذارن، هر چقدرم شخصیت، اخلاق یا پستی که من تو اینستاگرام آپلود میکنم برخلاف نظر یا هر چیزی شما باشه، دلیل نمیشه بیای هر چی دلت میخواد زیر پستای من بنویسی و شخصیت خودت نشون میدی. اون صفحه که من دارم صفحه مجازیه، با آدما نه توهین خاصی میشه نه چیزی. حالا هر چقدر تو این قضیه رو کشش بدی همینه. حالا این وسایل رفت و اینا و کلن کسانی که مائده رو میشناسن، این در فضای مجازی بازا بود.
یعنی این مجازی بازها اینایی هستن که صبح تا شب دارن صفحات این و اونو بالا میندازن و این با این بالا انداختن با چهره های مختلف کاراکترهای مختلف آشنا میشن. یه تلفن من شد، همون همکار عزیزم از نوع زهرا سروشش که به من گفت شنیدی مائده رو گرفتن دستگیرش کردن، این زودتر از همه خبر داشت. گفتم ای جدی اینا؟ خب آخه گفتم آره جوری شد اینا. بعد این گذشت، یک دفعه اعلام کردن که در یک برنامه تحت عنوان بیراهه در صدا و سیما چند تا دختر جوان رو معرفی کردن که اینا توی صفحات مجازی میرخصن و حالا آوردنشون که ابراز ندامت کنند و خلاصه گریه و از این برنامه و خلاصه دل یه سری به درجا بود از این حالتهای تصویر سیاه ها. یعنی به آنکات ما گفته بود زکی اینقدر تصویر سیاه و اتاق سیاه و همه چیز سیاه بود که دیگه چیزای حالت وحشتناک بود. نامزد میدونست که تو مثلا از خودت ویدیو میگیری میذاری تو اینستاگرام؟ آیا مشکل نداشت؟ خب من هیچ وقت میبینید رقصیدن جرم بود، ولی من واقعا هیچ وقت چیز بدی توی اینستاگرام منتشر نکردم هیچ وقت. انگیزت برای پخش کردن فیلم ها و گرفتن ویدیو و انتشار چی بود؟ مثلا هدف چی بود خودت؟ فقط این برای اینکه واسه اینکه حالا نه که جلب توجه بخواد باشه یا چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگه نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بود. نامزد میدونست که تو مثلا نه که جلب توجه بخواد باشه یا چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگه نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم. یعنی گروهی کار میکردی یا انفرادی؟ نه اصلا، نه با تیمی کار میکردم نه با چیزی، نه آموزشی هم پیش کسی دیدم. من فقط تنها آموزشی که میبینم آموزش ورزشیه که پیش مربی مختلف قانونی و ژیمناستیک، همین من رشته ورزشیم ژیمناستیک. بعد از چه سالی این کارو شروع کردی؟ راستیتش درست یادم نمیاد، ولی حول و حوش دیگه همین 2 یا 3 سال پیش این قضیه خیلی برای من یهو باز شد و به قول خودشون یهو پیجم اومد بالا. با الان تقریبا چقدر فالوور داری؟ نه که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگه نه ترویج چیزی بود. یه صفحه توی ایران هست به نام آپارات که خب همتون میشناسیدش. توی صفحه آپارات چند وقت پیش متوجه شدیم ما، یعنی بعدا متوجه شدیم که اصلا رفتن باهاش مصاحبه کردن، گفتم خب شما کی هستی، خودشو معرفی کرده، بعد گفته من کارم پارکوله و از این هم خواهیم، یعنی میدونستن دیگه برای میونه این همه پارکول باز چرا رفتن سراغ مائده که بعد درباره ژیمناستیک اینو صحبت کنم. من نفهمیدم بالاخره این آپارات مجوز میگیره یک چیز بخش کنه یا بدون مجوز بخش کنه، هنوز این ارتباطات داخل کشوری رو متوجهش نشدم. بعد از پخش این تصاویر و این گریه و این صحبت هایی که شده، خلاصه همه دیگه اومدن صحبت کردن، از رضا صادقی حرف زد. برقص من با تو بیدارم، نترس تنهات نمیذارم، بمون از عشق و با من بخون. در صفحه کلیپ کده پست کرد تو استوریش که دزدان میلیاردی آزادند، تو به خاطر رقص دستگیر شدی. بعد آرش عزیز هنرمند دوست داشتنی خودم نوشته بود دختران ایران تنها نیستید. بعد یکی دیگه نوشته بود به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست. و حتی سید حسن آقا میری هم از
او صحبت کرده بود که حرفای قشنگی میزنه ست حسن، گفته که انگار یه عده اصلا ام دارن با روح و روان مردم بازی کنن و رو هم بریزنش. و این قصه همچنان ادامه داشت. حاج آقا زائری هم واکنششون داد. این توضیح رو لازم دونستم که عرض بکنم. طبیعتا من توی اینترنت وقتی دارم نگاه میکنم تو فضای مجازی توی اینستاگرام، بعضی صفحاتو نگاه نمیکنم، من رد میشم ازش. دلیل نداره که وایس هم نگاه کنم حساسیت به خرج بدم. اونایی که درست نیست و درست نمیدونم نگاه نمیکنم. این تذکر از این بابت دوستان به من دادن، گناه بله، من اعتقادم اینه. خدا نیاره روزی رو که من بخوام حرام الهی رو شل کنم، سستش کنم، گناهی رو بی اهمیت جلوه بدم. اما گناه کوچیک و بزرگ داره، گناه مهم و مهمتر داره. بحث سر اولویت هاست، بحث سر اینه که چرا همین الانش در دنیای غرب، در متن زندگی غربی، کنار نایت کلاب اونی که مسلمان داره دعای کمیل میخونه، نمازش اول وقت میخونه، ما اینجا با این همه فشار و بگیر و ببند سر یه چیزای گیریم و مشکل داریم. طبیعیه که من اهل رقص نیستم، دنبالش هم نیستم، اما مسئله اینه که ما این اولویت ها رو بشناسیم، جامعه رو ما اینجوری باید اداره کنیم. باز دوباره یکی از کسانی که تصویری ازش نشون دادم فریدون عزیزم بود، انشالله همیشه سلامت باشه، سال پاسدن دیدمش. فریدون بود که اون هم صحبت کرد. ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرده چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من تو چیست بگو. خیلی اشتباه میکنند، ولی قرآن میگه به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان. به شما با آوردن یه سری دختر معصومی که حالا اشتباه کردن در فضای مجازی رقصیدن، شما میایید اینا رو اعتراف میگیرید ازش، چی بشه؟ آیا با رسوایی چند تا آدم مشکلات شما حل میشه؟ اونم دخترایی که در همین نظام رشد کردن. برید دنبال اشتباهاتتون بگردید. هر حال برای صدا و سیمای خودمون متاسفم. و بعد یغما گلرویی که همه باش آشنایی دارید، با کلام زیباش، با شعرهاش، او هم اون آخر قصه آزادی رو یه جورایی بس کردن به ماعده. خوشحال و شاد و خندونیم، با این که توی زندونیم، راه ما بسته، پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما می دونیم آخر قصه آزادی. و بعد موجی ممنون تصویر همیشه لبخند زن دوست داشتنیم شهریاری خودمون هم از مائده حرف زد و ایراد گرفت از صدا و سیما. خیلی دلم میسوزه، خیلی دلتنگ روزهایی هستیم که برای رادیو تلویزیون برنامه اجرا کردیم و مخاطبان فرهیخته و ارجمندی جذب شبکه‌های مختلف صدا و سیمای ما شدند و امروز صدا و سیما به خاطر ندانم کاری ها هر روز داره مخاطبانش کمتر میشه و این مخاطبان رو از دست میده. پخش اعترافات تکان دهنده یک دختر مظلوم نوجوان احساسات همه مردم رو جریحه دار کرد، در حالی که رادیو تلویزیون امروزها به خاطر فوتبال تبدیل به یک قمارخانه حلال و یک کازینوی اسلامی شده به نام پیشبینی. چرا هیچ اختلاسگری رو به رادیو تلویزیون نمیارید که اعتراف بکنه که چرا به حقوق ملت دست اندازی کرده؟ رادیو تلویزیون رسانه ملی است. خبر برنامه حقیقتا تا رضا رشیدپور هم رسید و به گفته مثل که یه آقا خلبانی که اومده بود از مشکلات خودش صحبت کنه، یه جورایی وستش کرد به مائده. از اون طرف ببینن فلان مسئول کشوری یا لشکری در یک ویلای چند هزار متری داره زندگی میکنه، خب این رو مردم دارن میبینن، مردم دارن لمس میکنن، میگن اگر جنگ هست چطور برای ما جنگ هست، برای فلان مسئول در کشور جنگ نیست. اما شما میبینید با یک دختر 17 ساله برخورد میشه، در صدا و سیما ما با آبرو اون فرد بازی میشه. خب این نشون میده که شرایط کشور ما شرایط جنگی نیست.
حداقلش اینه که سواد رسانه‌ای وجود نداره، چون اگه سواد رسانه‌ای بود باید میآمد 4 تا مفسد اقتصادی رو افشا می‌کرد و باهاش برخورد می‌کرد. ولی با یک دختر 17 ساله‌ای که در فضای مجازی، من به شما شهادت میدم آقای رشیدپور، بنده که کارم کار رسانه‌ای است، تا پیش از اینکه صدا و سیما پخش نکرده بود من اصلا اطلاعی نداشتم همچین تخلفی داره در مثلا شبکه اجتماعی رخ میده، حداقل به نام این فرد. خب شما این رو بیشتر اومدید ترویج کردید، نشون میده شما اولویت شناسی ندارید، بیان مردم رو نمیدونید کجا هست، نمیدونید مطالبات مردم کجا هست. این حرف درسته. سواد رسانه‌ای، واقعا سواد رسانه‌ای مگه میشه یه شبکه نداشته باشه؟ ما اینجا خودمون داریم از این مسئله و از این مهم رنج میبریم. خب بگیم اینجا هر کی دری به تختهی خورد رفت یه دوربینی گرفت و یک کانالی واسه خودش زد و این درد دیگه. ما هم باید با یه سری از این دوستان که چه عرض کنم یه سری از اینها روبرو بشیم که یه سریشون اصلا سواد که هیچی، خدا سواد که فراموش کنید، اصلا قابلیت هیچ کاری رو ندارن و رفتن تلویزیون دار شدن. خب ما اصلا مثل رنج میبریم و سالهاست رنج بردیم. اما داخل کشور یه شبکه‌ای که اینقدر کارمند داره و هزاران کارمند و اینقدر سر و صدا و اینقدر پشتوانه مالی، مگه میشه همچین کافی بکنه؟ بعد یه دفعه دیدی بعضی ها میگن کانسپیرسی تئوری، این تئوری هایی که همش آدم تو ذهنش میگذره که تئوری توطئه نام داره، اینا تو ذهن من اومد که نکنه این کار انگلیس هست، یا اصلا نکنه که دستار انگلیسی تو این راه به این کار وجود داره. انگلیسی بهش میگن engineering of thinking، یعنی مهندسی افکار. و این مهندسی افکار یعنی چی در واقع؟ اونایی که این کار هستن بلدن، اونایی که بلد نیستن خدمتون عرض کنم، یعنی که شما یک قصه ای رو به وجود میاری که این قصه قصه های دیگه رو از بین میبره. و این مسئله مشخصیه که اینو بارها بارها در رابطه باهاش صحبت شده، که مثلا میگم در آمریکا مرگ مایکل جکسون جنبش سبز رو کلن از بین برد و فراموش کردن همه در آمریکا، حتی CNN. و بعد خیلی ها اعتقاد دارن که این تخصیص دلارهایی که با نرخ دولتی بیرون رفته کجا و چجوری خرج شده بود، افزایش پول برق و حتی کشته شدن وحید مرادی در زندان، همه اینها به فراموشی سپرده شد. ما هم که استاد فراموش کردنیم، اصلا ما ملت فراموشکاری هستیم، کارش هم نمیشه کرد، این بخشی از ما هست. به اون آب و هوا ربط داره، مثل که هر کی داخل اون گربه قرار میگیره فراموشکار میشه. یه صحبتی که بعداً اتفاق افتاد، صحبت از این بودش که حتی وزیر محترم ارتباطات ایران هم آقای محمد جواد آذری جهرمی هم، ایشون هم گفته بود که پخش اعترافات مائده برای انحراف افکار عمومی خوب بوده و از گفته که خیلی هایی که از منافعشون در خطر بودن با این مسئله که می‌خواستن شفافیت شفاف سازی، این مسئله از بین برد و گفته که این داستان جالبیه دیگه. نگاه می‌کنی به این مسئله که آدم‌هایی که قرار بودش نشون داشتن ایشون معرفی می‌کرده و به عنوان اولین نفر معرفی کرد که با عرض 4200 تومانی مثلا یه سری کمپانی ها را انداخته بودند و قصه شو همتون آشنایی باش دارید، که مثلا همون گوشی های هوشمندی که اسمشون ایشون منتشر کرد که قرار بوده با گوشی های هوشمند با این نرخ خریداری کنن، که این معلوم نشد داستان چی شدش و پس از اینکه انتشار یافت شرکت هایی که تازه تأسیس شده بودن برای واردات موبایل و نرخ ارز دولتی گرفته بودن، اونها رو با نرخ آزاد فروختن، بعضی هم اصلا چیزی وارد نکردن.
کلن وقتی نگاه میکنیم مثلا چیزی وارد نکردن و ما به کل فراموش کردیم، یعنی خاطراتمون و تمام این اتفاقات دود شد و هوا رفت و صحبت سر این بودش که آیا اصلا مائده هژبری نباید یه دست گل واسه این صدا و سیما بفرسته؟ محبتی که صدا و سیما به مائده کرد فکر میکنم که شبکی ای به کیم کارداشیان نکرد. فکر میکنم این روشی که این شخص انقدر مطرح شد که دیگه اونایی هم که به گفته این نمیشناختنش باهاش آشنا شدن. و اما یک هشتگ معروف، ماها استاد هشتگ ساختنیم، ملت حاضر در صحنه این بار هم هشتگ ساختن. هشتگ این بار چی بود؟ برقص تا برقصیم. خب هشتگ ها هم همیشه جدی شروع میشه، بعد مسخره میشه، بعد باهاش میخندیم، باهاش شوخی میکنیم، بخشی از جوک های روزمره میشه، مثلا مثل همین این. یعنی اینی که میبینی متوجه میشی که ما کجای کاریم و چقدر خوب بعضی ها ماها رو شناختند. به این میگن مهندسی افکار. ولی مگه میشه؟ مگه اصلا داریم؟ اصلا وجود داره همچی چیزی؟ بابا در شهر روزی چند ساعت برق ندارید؟ برخی از شرها نیست، وجود نداره. آخرش که چی؟ دلت تو داری به کی؟ برو دور تو بزن ببینم تنش برمیگردی پیش کی؟ برو خوش بگذر بد بزن خونه چه دنت، من که میدونم آخرش میاد اون روزی که میکنه فنه. دریاچه ها رودخانه ها خشک شدن. به خدا بعضی از کارخونه ها دارن بسته میشن. بابا مردم پول ندارن، اوضاع داغونه، چی کار باید کرد؟ اصلا چی کار میخواید بکنید؟ دلم میخواد برقصم. برقصی؟ من دیم
ترسی؟ یکی از چهرهای شناخته شده در تلویزیون این روزها رامبد جوان با برنامه خندوانه. خب برنامه خندوانه محبوبیت زیادی پیدا کرده و این محبوبیت متعلق به رامبد جوانه و حضور جناب خان که بسیار نقش موثری در این برنامه ایفا کرده و این شیمی که بین این دو نفر وجود داره. خیلی هم با حسین فرابخش آشنایی دارن، یعنی کسی نیستش که حسین آقا رو که تو کار سینما باشه نشناسه و اون رو به عنوان یه تهیه کننده باش آشنایی نداشته باشه، که گاهی وقتا اصلا کارگردانم وسط کار گفتم برو خونت، خودش حسین کارگردانی میکرده و نشون دید که من همه کار رو بلدم انجام بدم، بدون شما هم میتونم این کارو بکنم و یکی از تهیه کنندگان قدیمی سینما محسوب میشه. حالا بعد از انقلاب منظورمه یه مصاحبه با حسین فرابخش عزیز میکنن، چون هر جا سلامت باشه ایشون، با حسین عزیز یه مصاحبه میکنن. حسین فرابخش در اونجا عنوان میکنه که اصلا این برنامه خندوانه پشتش رانتخاری وجود داره و اصلا سید علی احمدی که تهیه کننده برنامه هستش کارش راندخاریه و اصلا این بهانه است و رامبد جوان هم زیاد راغب نبوده، ولی خب کاری نمیتونستی بکنه، رفته این برنامه رو انجام بده. بنده خدا نه سواد این کارو داره، نهایتش یه روزخونی که بره تو این روزخونه زن تهیه کننده خندوانه، بعد اون خندوانه و اون مسئولین تلویزیون گریه کرد و خندوانه هم که ما پشتش میدونیم رانت که میگیره تو خندوانه با هم ده. میخورن پشت پرده، بالاخره زد و بند دارن. حالا من به دوست عزیزم آقای رامبد جوان گفتم اینو بذار کنار، به من گفت من از ایشون به عنوان تدارکات استفاده میکنم، تهیه کننده اصلی خودم هم آقای رامبد جوان رو من یادم. بعد از اینکه این ویدیو در اومد و این صحبت شد، رامبد جوان پشت صندلی یک ماشین نشست و به حسین فرابخش شروع کرد یه صحبت کردن که از این قرار: سلام به همتون، آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم این دوران سخت مملکتمون سپری بشه و هممون بتونیم در آرامش و حال خوب و سلامتی با همدیگه زندگی بکنیم، عمرمون نمیدونم چقدر، هر چقدر که هست لااقل در آرامش بگذره. راجب خندوانه بعضی وقتی پرت و پلاهایی میگن که ما رو به یه جاهایی نسبت میدن و نمیدونم میخوریم و میچاپیم و فلان میکنیم و به یه جاهایی داریم کار میکنیم، اینا که انقدر پرت و پلاست که اصلا جواب نمیدم و هیچ وقت ندادم. ولی چند وقت پیش یک عزیزی در سینما، حسین آقا، یک حرفی راجب من زد، از زبون من زد که انقدر غلط، دروغ و نامردی توشه که مجبورم جواب بدم. حسین آقا، ای بزرگ من در سینما، سید علی احمدی یک تهیه کننده کاملا درست، برادر، عزیز، دوست و یار من در خندوان است. 24 سال داره کار رسانه‌ای میکنه، 24 سال داره کار تهیه کنندگی میکنه و اینقدر داره کارش عالی انجام میده که 2.5 سال خندوانه رو داره جلو میبره به کمک همه گروهش و تمام بچه هم ازش راضیان. پس خواهش میکنم چیزایی که گفتی رو یه جای عذرخواهی بکن. چیز دیگه هم که باز گفته بودیم بود که پشت صحنه خندوانه زد و بنده و دارن میچاپن و میبرن و این حرفا، رانت دارن، از این حرفا هم چیزایی وجود نداره. سند رو کنید، هر کسی از این حرفا میزنه سند رو کنه و اگر سند رو نمیکنه به نظرم دهنشو ببنده. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما تمام هزینه های خندوانه توسط اسپانسر بدون اینکه ریالی از تلویزیون گرفته بشه به عنوان بودجه تلویزیون و بیت المال، فقط هزینه‌شو داره اسپانسر میده، اونم میده به تلویزیون، تلویزیون میده به ما. پس ما هیچ دخالتی در هیچ امر محاسبات مالی و قراردادهای اسپانسر نداریم و خواهش میکنم که از این به بعد با سند حرف بزنید، دیگران هم با سند گوش کنن و باور بکنن.
خندوانه داره برای شادی مردم ساخته میشه، وگرنه اگه قرار بود که ما پول در بیاریم و بزنیم و ببریم، خب میرفتیم سکه میخریدیم یا ساختمون میساختیم، برج میساختیم، از این کارا میکردیم. ما داریم برای سینما و حرفمون داریم کار میکنیم و تلویزیون. مخلصم، از خودتون مراقبت کنید عزیزانی که الان این ویدیو رو میبینن، و مخلص، خداحافظ. بعد حسین فرابخش هم کم نیاورد. حسین آقا اومد جواب رامبدو داد. آی رامبدو جوان، دهنم رو من باز کنم تو مجبوری دهن تو گل بگیری، چون چیزای من میدونم که خودت میدونی، پس مواظب دهنت باش، اندازت هم بدون که چی داره میگی. 15 بهمن 1396 جلوی ناجی هنر گفتم که شما این تهیه کننده که فیلتو گوشتی برای خندوانه، سینما ایران رو خونش رو تو شیشه کرده برای این اکرانی که دستش مسئول شهرداری داره، اینو بذار کنار. گفتی ببین من اینو که گوشتم کسی رو ندارم، این جملاتی که خود گفتی، من به عنوان تدارکات این استفاده میکنم، اصلا تدارکات یه جای دیگه بوده که به سینما ربطی نداره، این الان باید برگرده به همون کارهایی که انجام میده تو جای دیگه داره انجام بده. این برنامه که اون جواد فرهانی بود، معلومه که تو از علی احمدی دفاع میکنی، شما اومد این از دست این در آوردی بودی که یه تنه بتوانی کسی رو تدارکات بکنی که پولا رو خودت بخور. آیران بود جواد، سابقه تونم یا سالهای 86 و اینا رو از این ور به این ور، اینا همه تو ذهن من هست. زمانی که من به تو نقش دادم و رول دادم، کسی تو رو تو رول نمیداد که. یادت رفته میسی که تا 3 پیش ماشین تو دزدیده بودن، نمیتونستی جاش بذاری. بی خودی نقش بازی نکن اونجا برای مردم. من دو دارم میخندم، مردم هم که فهمیدن چه پولای میلیاردی داریم، یعنی تو فضای مجازی میدونی چی بهت میگن. اینطوری هم نکن کسی مدرک داره بیاره برای من. مدرک زیاده، همراه اول مال کجاست؟ مال بیت المال. این اسپانسرهایی که تو میاری اینه شخص همش مال بیت المال پشتش. رانت معنیش یعنی این که کسی دیگری از یک امکانی برخوردار نه، کسی دیگه برخورداره. این پول اسپانسرهایی که میارم به تو میدم مال پاورنا، مردمی که تو آبادان و خرمشهر آب ندارن بخورن. این پولا آخر عاقبت نداره. آیه شهاب مرادی چی به شما گفته تو متخصص سینما و فرهنگی؟ همش چی به شما نگفته؟ به شما گفته غلط گفته. تو یه نام علی احمدی گذاشتی 4 سال خون مردم کردی تو شیشه و کارش غلطه. برای مسئولین تلویزیون جمهوری اسلامی هم متاسفم که این برنامه رو چون اسمش اینه که از بیرون اسپانسر میارن، من این کارو میکنم و پولو میدن به تو. چرا به تو میدن؟ این میشه راند. یارب روا مدا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. دیگه بعد از اون رامبد عزیز جوابی نداد. با این داستان فعلا 2-1 به نفع حسین فرابخشه که عنوان کرده و صحبت کرده، و نوعی که صحبت کرد خیلی تهدیدآمیز بود و گفت آقا اگه حرف بزنی منم میزنم. و از اون صحبت ها معروف اونا بگم ها بگم ها میگم ها اون میگم میگم ها بود و یه رامبد حرفی نزد. و بعد در آخرین گفتگویی که حسین عزیز انجام داد، اومد خیلی باحال، این از اون سیاست باحال ها، از اون سیاست باحال باحال قدیمیه که خب دمشم گرم، اومد گفت آقا اصلا میدونی چیه رامبد پشیمونه، اصلا از این خودش هم پشیمونه. نگاه کنید آقای جوان رو بولش زدن بند خدا رو، چون آقای جوان رابطه بسیار خوبی با من داشت، اصلا رابطه خوبی با من داره. گولش زدن این نمی احمدی و دوروریاش، گولش زدن این بند خدا رو. یه چیزی گفتم، اطلاع دارم که از این موضوعی که گرفته به هر حال به دلیل رفاقت پشیمون این موضوع رو گرفته، و ما مالا یه جوابی دادیم. بعد دیگه هم نمیخوام اصلا راجبش صحبت کنم، چون ببینید من و آقای جوان قطعا هر چقدر اختلاف نظر و سلیقه داشتیم تو سینما میمونیم، اما علی احمدی و اینا اصلا این عددی نیستن که تو عرصه هنر بخوام بمونن. من دو عرصه میمونم، اولین عرصه‌ای که من میمونم تو تشکیلات سیدالشهدا است که باعث افتخارمه، اون افتخار برام بالاترین افتخاره. دوم میشم که تو عرصه هنر میمونم، اسمم میمونه، اما اونا نه، اونا هم دارن همون تدارکاتو بکنن، تدارکات نه سینما، تدارکات جای دیگه. من نمیدونم به نظر شماها این داستان خوبه یا بده. من فکر کنم که اگر بخوام ایراد بگیریم، حسین عزیز از خیلی ها میتونستش ایراد بگیره، باید اسم همه رو عنوان میکرد نه یه شخص رو. و از یه طرف دیگه هم نمیدونم چقدر خوبه که این مسائل به این اندازه عمومی بشه و عنوان بشه. البته الان خیلی ها ممکنه بگذارم بگم خب خود تو چرا نشونش میدی؟ میدونین چرا؟ چون من فکر بگم که با نشان دادن چنین چیزهایی
همه متوجه میشن که یک مسئله چطوری میتونه همگانی باشه، چطوری میتونه یه دفعه همه جا رو پوشش بده و همه دربارش صحبت بکنن. و شاید آدم دوباره فکر کنه یا سه باره فکر کنه. به گفته حسین فرابخش میگه من و رامبو تو این کار میمونیم ولی آقای احمدی نمیمونه. خب احمدی هم نشون داده که سال پاس تو این کار بوده و نمیدونم آیا مشکل شخصی این وسط وجود داره یا نداره و پشت این قضیه چی هست. اما تنها چیزی که میتونم بدونم اینه که رفته رفته تو خیلی از برنامه ها یا خیلی از مسائل خود ما و خود بچه ها دسته همدیگر رو برو میکنن و دسته همدیگر رو باز میکنن. خوبه یا بده به شما میسپرم. قصه برخص تا برخصیم ادامه داشت و ادامه داشت و ادامه داشت تا اینکه یه تصویر دیدیم. تصویر دختری دیدیم که در مقابل یک مسجد بدون حجاب داره میرخصه. خب یه سری خیلی تند با این مسئله رو برخورد کردن و روبرو شدن. یک سری هم مخالفت خودشون رو همچنین سیویلایزتر عنوان کردن. اونا که تنده خیلی بدجور بود. مثلا یکیشون یادم میاد یکی از این دوستان گفته بودش که حالا که تو در آوردی یه آقایی گفته شما که روسری در آوردی منم در میارم و خب قشنگ نیست دیگه. اگر ما واقعا اینطوری بخوایم فکر کنیم و حرف بزنیم قشنگ نیست. اگر که شما اون واژه مسلمانی رو داری عنوان میکنی که مسلمان هستی این حرف قشنگ نیستش که بزنی. حالا خواهرت مادرت همه اینا میبینن که هیچی بدم اصلا قشنگ نیست کسی این صحبت رو بکنه. زمین یه طرف، طرف دیگهش این بودش که رقص رو دیدین دیگه نه؟ نگاه کنید بود. ولی کلا چیزی که وجود داره اینه که ما همیشه این فضای شرلوک هولمزی رو داریم دیگه. یعنی اصلا نمیشه مچگیری نکنیم. اصلا یه ویدیو نگاه میکنیم مچگیریش بکنیم که این ویدیو مثلا ایراداش این بوده. یه تصویر رو نگاه میکنیم میگیم آقا ایراداش این بوده و بعد با دیدن این تصویره یه قصه دیگه شد و قصه دیگه باز شد. توجه کنید. میخوام به شما یکی از سوتیایی که مسیح النجات داد و نشون میده که خیلی از ویدیوهای مسیح النجات ساختگی هستش رو به شما نشون بدیم. یکی از معروفترین ویدیوها که تا این لحظه بیش از 1,000,000 بازدید خورده ویدیوی رقص دختر خانمی هستش که روبروی مسجد به قول مسیح النجات در روز شهادت یا شب شهادت امام صادق این اتفاق افتاده. این ویدیو رو ببینیم. یه نکته جالب داره. اول اینکه نکته اولش این هستش که این دختر خانمی که میرقصه روی در مسجد رو اگر نگاه بکنید ما تابلوی شهادت رو نمیبینیم. روی این ویدیو نگاه بکنید اینجا مدل موهای اگر این رقاص رو هم نگاه بکنید همین رقصنده رو هم با ویدیو بعدی که میاد یکی هست. یعنی هر دو تا ویدیو یک شخص هست. کفش شهادت مشخص. خب چند دقیقه بعد لباسش رو عوض میکنه با همون مو. اما نکته جالب این تابلو هستش که این بالاه و مشخص اضافه کردن. این دور که صحبت بود مثل که این فیلم برداری ها با برنامه ریزی قبلی بوده مشخص بوده که چیه و متاسفانه خانم علی نژاد مسیح علی نژاد هم زیر سوال رفته اینجا.
و اینا باورهاست، اینها باورهاست. وقتی مثلا رضا صادقی میاد و به اون صورت صحبت میکنه در رابطه با باورش، نمیشه ازش ایراد گرفت. سلام به همه عزیزانم. نه مخالفت بلدیم، نه انتقاد بلدیم، نه حرمت حالیمونه، نه احترام حالیمونه. از هر کی که میخوایم حمایت کنیم درست حمایت کنیم. مشکلی داریم با کسی میایم یه چیز دیگر رو بی‌حرمت میکنیم. هیچ کس موافق نیست با اینکه یکی بیاد هر اشتباهی یا هر درستی که کرده باشه بیاد جلوی تلویزیون قرار بگیره و حالا اونجوری اعتراف گیری و و اتفاقات دیگه. نمیفهمم ولی این که بریم جلوی مسجد برقصیم دیگه یعنی چی؟ هر چیزی سر جاش. اگر اعتراض داریم درست اعتراض کنیم که احترام به مسجد قائله که هممون هستیم، اونم میاد یه برخورد دیگه میکنه. چی شده به جون هم افتادیم؟ هر اتفاقی میفته را میافتیم، این به اون فوش میده، اون به این بد و بیرا میگه، بعد خیلی جالبه میخوایم حمایت کنیم یه گند دیگه میزنیم. بی خیال، من شخصا اصلا با این قصه موافق نیستم. عصبانی هم از اونایی که واقعا این بی حرمتی رو کردن. هر چیزی سر جاش، هر چیزی سر جاش. جیره مواجب گیره هیچ کسی نیستم جز دلم و این حرفم از دلمه. اما از یه طرف دیگه هم این توجه کنید که این داستانی که در مارمولک رضا مارمولک میگفت، طوری داریم فشار میدیم که طرف از اون بر جهنم داره میزنه، طوری رفتار داری میکنی که مردم رو مجبور میکنی به کارهایی که نه قبلا انجام دادن، نه در خاطر من وجود داشته و نه کسانی که همسن سال من یا بزرگتر از من بودن. این تقصیر کار و گناهکار کیه؟ این گناه اصلی متعلق به چه کسیه؟ بیایم به اون فکر کنیم. آره، کار قشنگی نیست. البته که جلوی یک کلیسا کسی می‌رقصید، کسی ایراد نمی‌گیره ازش. اگر یک کسی در مقابل کلیسا هم می‌رقصید، کسی ایراد نمی‌گیره ازش. بیایم یک کاری کنیم همونطوری که خودمون باور داشتیم که خداوند ارحم الراحمینه، که خداوند خوبه، اسلام خوبه، دین خوبه. اگر بخوایم برعکسش رو نشون بدیم همین حالت رو داره. چرا باید دلخور بشیم بعضی از ماها وقتی با اسم دین ما به مردم زور بگیم؟ مطمئنن جوابش هم همین ها متاسفانه خواهد شد. این آزادی ها باید یه اندازه‌ای داشته باشه که طرف مجبور نشه به خاطر دهنکجی یه کاری رو بکنه که خیلی از ماها از اون موضوع بیشتر متاثر بشیم. یه مقداری با این مسئله فکر کنیم، یه مقداری به بخش خالی لیوان هم باید فکر کرد، چون فقط هم نمیشه به بخش پرش نگاه کرد و اون چیزی که ما دوست داریم اتفاق بیفته. نه، الان وقت این کار نیست. الان وقت این هست که یه مقداری به فکر مردم بود. مردم خسته شدن، مردم فشار روشونه و این فشارها مطمئنن یه نقشه هست که هی هر روز بیشتر و بیشتر میشه. دیدم که آقای ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک یه صحبتی کرده که زنان تهران باید برن از این 200 فروشگاه اسلامی خرید بکنن. اگه کسی دیگه الان از این رو پوش‌ها جلو باز بفروشه مغازه‌شو می‌بندن، پدرش در میاریم از این حرفا. چرا؟ شما مگه میتونید یه راهی رو الان برگردونی به این صورت؟ اونم زمانی که اینقدر مشکله. یعنی آقا بیادم یاد یکی از دوستان، یکی از عزیزان در یک مشاجره گفت آیا مشکل ما الان این چیزاست؟ امروز هم ما میپرسیم آیا مشکل اینه که کسی مانتو جلو باز و جلو بسته بپوشه؟
آیا مشکل این مسائل الان به خاطر این مانتو هاست که برق میره؟ به خاطر این مانتو هاست که پول نیست؟ به خاطر این مانتو هاست که مغازه ها تعطیل میشه؟ به خاطر این مانتو هاست که طرف فقط جنس ها رو جلوی ویترین گذاشته و میترسه بفروشه چون فردا باید با قیمت بیشتری بره اونا رو بخره؟ تو رو خدا فکر اون مسائل باشید، خیلی مهمتره تا مانتوهای جلو باز و جلو بسته. چون توجه به این داشته باشید، اون هم باز دوباره یه واکنش داره. این واکنش هاست که همش داره اتفاق میفته و مشکل سازه. در اول برنامه بعد میگفتم، ولی اینجا هم جاشه بگم که متاسف هستم برای هموطنانم در سلندج که چنین اتفاقی رخ داد. 27 نفر اگر اشتباه نکنم جونشون رو از دست دادند. دوست سلندجی من جمشید در سفرش عنوان کرده بود که جاده های سنندج به خاطر تانکرهای عراقی تبدیل به جاده های مرگ شده. این درد ملت، درد کردستانه. باز هم توجه به این داشته باشیم که این هم باز فکر ما رو به یه طرفی میبره. در همه جای دنیا اتفاقات ناگوار زیاد میفته، ولی مردم به خاطر اون اتفاق ناگوار همه چیز رو تعطیل میکنن. مسائل و مشکلات دیگه حل میکنن، نه اینکه تمام توجه ها بر یه طرف کلن فراموشی به وجود بیاد. یه دفعه همه با هم دیگه صفحه ها و طرح‌های مختلف درست کنیم. تسلیت ایران من، تسلیت سرندر، بسیار عالی، خیلی خوبه. اما باز دوباره یادتون نره مشکلات دیگه چی هست، چون فقط این مسائله که زمانی که پیش میاد ماها کلن بقیه بزار یاد رو میریم سراغ این داستان و تمام صفحه هامون یه دفعه از برقص تا برقصیم میشه تسلیت. فردا خدای نکرده یه اتفاق دیگه باز دوباره اون، و خبرنگاره آمریکایی و اروپایی و همه موندن آقا اینا داستانشون چیه؟ این ملت وضع خرابه، پول نیست، هیچی نیست، دلار اینجوری شده دارن میرقصن. یارو که نمیفهمه شما چرا دارین میرقصین یه سریشون. یا بابا دمشون گرم، چقدر ملت خوبی هن، چقدر مردم راضی هن، آقا راضی هن، همه دارن میرقصن. از یه طرف دیگه خب اینقدر الان مسئله سنندجه، گفتم بسیار مسئله ناراحت کننده ایه. خداوند به بازمانده ها صبر بده، واقعا خداوند به اونا صبر بده. اما شما یه دفعه همه چیز رو میذارید زمین. فرهیخته هامون هم همینطوره، بزرگانمون هم همینجور هستن، فیلمسازانمون هم همین حالتن. یه دفعه همه چیز میره از مائده، میره به تسلیت ملت من، بعد فضا اونجوری میکنیدش که کلن دو سه روز همه برن تو کمان اون قسمت. زندگی باید این اتهامه رو داشته باشه، تسلیت جای خودشه. تسلیت سریع برگردی به کار اصلی، سریع برگردی به نقطه ای که باید باز دوباره ادامه راه رو بدوید. بلا امکان نداره مشکلات حل بشه. و توجه هم داشته باشید، فقط نیاز به اینه که انسان‌هایی باشن که به مردم اهمیت بدن. بعضی از من خورده میگیرن که آقا شما باید عنوان کنی بگی خودت رو چی بگی. مثلا ببینید یه مسئله وجود داره و اونم اینه، من شخص من یا شخص برنامه کانتکت نگاهی میکنه به مسائل مختلف خوب و بد. من نه زنده باد به کسی میگم و نه مرده باد به کسی، و باور به این ندارم کسی
کار درست میکنه، بعد فقط بهش بگی باری کرد دمت کرد، کار درست داری انجام میدی. این داستان تیم برزیل میمونه، خیلی خوبه. تیم برزیل میبازه به طرف اتوبوسش سنگ پرت میکنن، تیم برزیل میبره، قرار نیست براش گل افشا میکنن، با وظیفش ببره. تیم با این همه ستاره باید ببره. کشور ما هم همینطوره، تمام مسئولین باید وظیفهشون رو انجام بدن. اگر وظیفهشون رو انجام ندن باید بازخواست بشن، باید ازشون ایراد گرفته بشه. کشور ما نمیتونه برقش بره، نمیتونه بیابی رو اینجوری تجربه کنه، نمیتونه انقدر دلار در نوسان باشه. نگاه کنید ببینید امارات متحده که بغل دست ما هسته چند سال عمرش، چی بود 30 سال پیش؟ چی بود 35 سال پیش؟ و باید میشه ما با این همه ثروت، با این همه مخازن در این موقعیت قرار بگیریم. امیدوار هستم تمامی کسانی که در رأس کار قرار دارن به خودشون بیان و امیدوار هستم درد مردم رو دوا کنن. این امید ماست. حالا هر کسی با هر عقیده‌ای که هست باشه، این نگاهی که من به مسائل دارم. بازی محبت خبردار شدم که برنامه علی انصاریان و یاسر استاپ داده شد و جلوی برنامه رو گرفتن یا برنامه کنسل شد. گفتن آقا بسه دیگه. نمیدم دلیلش چی بود. دلیلش بودش که آقای انصاریان هر دفعه یه یادی از شمعی زاده و ابی و هایده و فتانه و اینا میکرده یا دلیل دیگه ای داشته. چون جالب بود هر هفته ما شاهد یکی از این شعرها و یکی از این صحبتها بودیم و خنده آقای انصاریان که اینا رو من البته تیکه تیکه میدیدم، خود برنامه نمیتونم ببینم متاسفانه، ولی اینا رو قسمت قسمت تو صفحات مجازی میدیدم. یکی از مسائل بودش که علی انصاریان در رابطه با شرم شفره صحبت کرده بود و این شعر امشب که میگم شب نیست رو عنوان کرد و بهش خندیده. خب امشب چه شبی شد، چه بازیایی بود بچ. ببین به قول بزرگان، کلمات بزرگ، جملات بزرگان رو شنیدی که میگن این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل هر شب. آقا یه دقیقه اجازه بدی جان، یه دقیقه اجازه بدی. چی بزرگان چی میگی؟ به قول جملات بزرگان میگه این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل هر شب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست. این چه یعنی جمله ایه؟ این چه جمله ایه؟ الان میریم تصاویر زیبا ببینیم، یه تصاویر زیبا از کشور سوئیس ببینیم، کجا؟ وله ببینیم. ما دیگه نمیاد یه وله میریم برمیگم. تو رو خدا ما رو ببخشید، ما دوستتون داریم، اینا اذیتمون میکنن، ما زحمتکشای این برنامه هست. شهرام کسی که در ترکیه که بوده روی صحنه اینو دیده بوده، شهرام هم آدم میگه جواب بده، است جواب داد. این آقا دو حالت داره، یا آقا سواد نداره یا واقعا با من خوب نیست. به نظر این شبی که میگم شب نیست، اگه بهشون دیدید بگید من رو حسابم. اول آدم دوبای گوش کن، گفتم امشب شب میلاده، شب عروس و دوماده، امشب شب فریاد زندونی آزاده. آیا شما دو دفعه به دنیا میانید که شب میلاد شما ادام آزاد میشه یکی؟ آیا یه بازه شب دیگر مثل اون شب براج شب ازدواج مثل این شب یفتن؟ گفتم ازدواج و تولد و زندان آزاد میشی بیت شبی مثل این که مدرسی بود. اما انصاریان بی جواب نذاشته حرف شهرام و در جوابش اینو عنوان کرد. خدایی نکرده اصلا تو حد و اندازه این نیستم که کسی رو مسخره کنم، ولی تن صحبتایی که داریم میکنیم از روی شوخیه. تو این شرایط
یه نفر گفته بود که علی انصاریان بی سواد سواد نداره. من اصلا سواد شما رو ندارم الهی فرداد شم، من اصلا کوچیک شما، ولی من برای شادی دل مردم این مملکت تو این شرایط سخت همه کاری میکنم. شما که جای خودتو داری. حرف انصاریان خوبه علی عزیز، گفتی برای شادی دل مردم تو این شرایط سخت همه کار میکنم. شما که جای خودتو داری که به شرم شپره من قبول ندارم این حرف و باور ندارم این حرف. به نظر من با مسخره کردن یه نفر که بیشتر از من و شما برای شادی مردم زحمت کشیده باید اینجوری خرابش کرد. چرا؟ چون خراب کردن نیست، تماشاچی جلب کردنه. چون برای ما این حرف ها، یه بارم این عنوان کردم، بسیار عادیه. تو شعر فتان خوندم برای ما اصلا اهمیتی داده، خنده نداره. وای شعر فتانه رو مثلا چه میدونم حسین مجید خوند، یا وای شعر مثلا شهرام شب‌پره رو مثلا امیر قاسمی گفت. خب گفت که گفت، کسی که این ور زندگی میکنن برشون خنده دار یا جالب نیستش، اهمیتی نداره. ولی برای کسی که در ایران هستش، یه دفعه در صدا و سیما این صحبت میشه، مطمئنا تماشاچی رو جلب و جذب میکنه. چرا؟ که تنها چیزهایی که از اون برنامه در صفحات مجازی هست همین بخش هاست. ولی اگر قسمت های دیگه جالب بود که خب خوب آره بود دیگه. جالب میشه که مثلا با یه نفر مصاحبه کردی، آقا آهنگ چی گوش بودی؟ تا گفته گوش اون قسمت همه برداشتن. پس هندوز نشون میده که هنرمندان این ور آب برای جذابیت داره، به خصوص اسمشون تو صدا و سیما بره. من با حرف علی انصاریان کاملا مخالف هستم و قبول دارم که ایشون داره زحمت میکشه یا زحمت میکشید برای یک برنامه و بخواد یه برنامه شاد به مردم تحویل بده. اما برنامه شاد به مردم تحویل دادن تا اینکه بخواید سوء استفاده کنید از اون چهره ها و از اون اسما و بعدش طرف رو با نوع مسخره کردن بتونی اون جمله رو بگی که فردا میگی اگه ازت سوال کردن آقا چرا این رو وان کردی، آقا من که مسخرهش کردم، من جدی چیزی که نکردم، اینجا یه خود سوال برانگیزه. تو یه برنامه چند قسمتی اسم گوگوش اومد، تو خودت نمره 20 بعدم گفتی اینا وایفا چقدر نمیدونم چی بودم مشخص کردن، یه چیزی از یه حرفا درباره قانون من زده شد، شرم شب پره ابیو ایناشو نهیده بودم و توی یه کارتونی دیدم که مثلا نوشته بود دلیل رفتن برنامه انصاریان چی بود. سلام علیکم، دیگه زدیم به سیب آخر. اگه احساسم رو کشتی، اگه از یادم رو بردی، صدا کن که دوباره بشم مرشد عاشق، بیام با یه اشار، بیام با یه این شاره که میگم شب دیفته، اگه شب مثل اون شب دیفته، این شب مثل این شب دیفته، این شبی مثل این شب دیفته، این شاره که میگم شب دیفته، اگه شب مثل اون شب دیفته، این شب امیدوارم هستم که اگر روزی آقای انصاریان و همکارانشون برنامه تلویزیونی داشتن، یا اگر این برنامه دوباره انشالله برگشت، یه مقداری بازتر فکر کنن، یه مقداری میتونن دو تا سیبیل هنرمندان داخل کشوری رو هم با شوخی بکنن، دو نفرم در رابطه با مثلا شعرهایی که هستش عنوان بشه، ولی شاید اون جذابیت رو نداشته باشه. همونطور که گفتم به خاطر گرم کردن برنامه این درست نیستش که یه سری آدم ها رو عنوان اینجوری عنوان بشن. و باز هم باور دارم تو این شرایط سخت، باز هم اگر بخوایم
حال کنیم باید آهنگای شهرم شب بره و دوستان دیگه شو گوش کرد و این نوستالژی یا این غیره به وجود بیاد. چند وقت پیش یه فیلم مستندی اومد به نام سریک، فیلم مستندی که خانم بهاره افشاری مثل اون رو تهیه کرده و ساخته و بعد در رابطه با اسبیه که متعلق به سردار هستش. بعد اسب سردار، این اسب خب اسب خیلی منظورم سردار آزمان دیگه، سردار دیگه میدونی که این اسب سردار آزمونه که اسب سردار رو از روش یه دونه مستند ساخته شده و این مستند هم خیلی هم سرسده کرده. بعد اومده گفته که آقای محمد صادق حسنی که سرپرست سازمان ورزش در شهر تهران هستش تصمیم گرفته که به خاطر تولد بهاره افشاری عزیز 20 تا بیلبورد تبلیغاتی بهش هدیه بده که قیمت این 20 تا بیلبورد حدودا میشه در حدود 6 میلیارد تومان میشه. خوش به حال بهاره افشاری. میگه ما بخیلیم. خب 20 تا بیلبورد گرفته. ولی خب سوال پیش میاد دیگه، خیلی ها تو فکرشون میره که آخه چرا؟ چطور ممکنه؟ مثلا اگر مثلا جای بهاره افشاری مثلا رضا شریفی نیا بودم بهش اینا تعلق میگرفت یا نه؟ خب حالا رضا زشته، رضا رو بذاریم کنار، مثلا به اکبر عبدی تعلق میگرفت، یعنی اکبر هم توپله، اونم یه خورده نمیشه اینا. خلاصه حالا داده تولد بیخیال رضا شریفی نیا و اکبر عبدی و این دوستان. بعد این داستان جالب بود، گفتن که یکی از بچه‌ها شیطونی کرده، گفت آقا این اسبی که در رابطه باش بهش 20 تا بیل برد فیلم مستند ساخته شده با اعلام فدراسیون سوارکاری دو بار به علت دوپی این عکس از محروم شده هستم از مسابقات. اینجاست که سردار آزمونم یه خورده حالش بد شده، گفته نه آقا این اصلا میرمای پادسال گذشته گفته و گفته بوده که این اصلا فدراسیون با ترفند اینو گفته دوپینگ، اصلا دوپینگ نکرده بوده و این مسائل. و خلاصه الان صحبت سر اینه که 20 بیلبورد برای یک فیلم مستند به نام سریک که یک اسم است، اسم حیوان عجیب است. صحبت عباس امیر انتظام هست، تسلیتی به بازماندگان ایشون که خبردار شدیم ایشون هم از دنیا رفتن و از مردم خداحافظی کردن. در صورت سالها زجر و ناراحتی کشیده، یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی تا قبل از انقلاب سفر قهرمانیان بودش که بودن 32 سال در زندان بود و بعد از انقلاب هم که امیر عباس انتظام یا عباس امیر انتظام ببخشید عباس امیر انتظام به عنوان زندانی سیاسی عنوان شد و مطرح شد که خیلی ها به ایشون تهمت راست یا دروغ عنوان جاسوس آمریکا عنوان کردن، چون در دولت آقای بازرگان بودن در اول انقلاب و وقتی که به زندان رفت مصاحبه بسیار جالبی داشت که من خودم اونی که مصاحبه دیدم بسیار متاثر شدم و فکر نمی کنم حق هیچ کسی باشه که باهاش به این صورت روبرو بشه و امیدوارم هستم که روح شاد باشه. گفتم این مصاحبه بسیار بسیار ناراحت کننده است و حرفایی که ایشون میزنه، ما میدونم که در دنیا نه فقط در کشور ما، در هیچ جای دنیا زندانی سیاسی وجود نداشته باشه.
این کفشه؟ بله. با پتو درست شده؟ بله. شما میگه خودتون کفش نداشتین؟ کفش رو من نمیدونم. کفش رو تو نمیدونم. ایشون چون این طول مدت زندان پاورنت را میرفت سالها که نه. ملاقات نداشتن براشون مدت زندان نه ببخشید ولی برای 6-7 سال من پاورنت را میرفتم اجازه حتی دمپایی که موقت خرید زندان رو به من نمیدادم من همین دلیل من این رو درست کردم. یکی از کسانی که بهش علاقه دارم و کارش رو دوست دارم این آقای هالوی خود ماست. هالو هم به تازگی برای برقص تا برقصی یک شعری گفته که دوست دارم برنامه رو با آقای هالو تموم کنم و این شعر به هر صورت امیدوارم که همه شما ها سلامت باشید. مرسی که از برنامه ما رو حمایت میکنید. مرسی که برنامه کانتکت رو دوبار میکنید. مرسی که تپش زل 4 رو میخونید. شما رو تشکیل میده. من علیرضا میباسمی هستم. این بود کانتکت در دست تعمیر. تا وقتی دیگر برنامه دیگر. خدا نگهدار. یک نفر در خانه اش رقصید. القوس الامان. این نظام از 6 جهت پاشید. القوس الامان پایه های محکمش با یک قر بابا کرم خم شد و بر روی هم قلتید القوس الامان تازه رقصش انفرادی بود اگر اجماع بود آسمان و عرش می تنبید القوس الامان یک نفر شاخ گلی را توی خانه برد و بعد توی پستو نیمه شب بویید القوس الامان گرچه او زیر پتو بویید اما بوی گل صبح فردا در محل پیچید القوس الامان بوی گل افشا شد و مردم همه پررو شدند شهر راز عشق را فهمید القوس الامان من خودم دیدم که بلبل مخفیانه با گلی پشت پرچین عشق می‌ورزید القوس الامان توی باغ روبروی خانه من شب تا سحر قنچه با گلبرگ می‌لاسید القوس الامان مکتب ما حرمت شادی و منع خنده بود ملتی بر ریش ما خندید القوس الامان دختری در پیش چشم گشت ارشاد پلیس با دوچرخه داشت میچرخید القوس الامان موی او در دست باد افتاده بود از پشت سر مؤمنی دید و دلش لرزید القوس الامان یک زنی با ادکلون رد شد نمیدانی چه شد شیخ بوید و تنش خارید القوس الامان استاد صوت و لحن از دور عکس بچه دید آسمان دور سرش چرخید القوس الامان ناظمی در مدرسه با بچه ها خلوت نمود چون منار اصفهان جنبید القوس الامان روسری ها رفته روی چوب و پرچم گشته اند شیخ گفتا گاومان زایید القوس الامان هر چه ما گفتیم این چادر حجاب برتر است هر که هر چه خواست می پوشید القوس الامان بدتر از صد ناو جنگی بدتر از صد موشک است مانتوی کوتاه بی تردید القوس الامان هی بگیر و هی ببند و هی ببند و هی بگیر
باز زور خلق می چربید. الغوسل امان حکم قاضی همدگر تأثیر چندانی نداشت. حکم قاضی همدگر تأثیر چندانی نداشت. توی هاون آب می کوبید. الغوسل امان باز سوژه دست حالو داد ایمو. باز هم او به ما و کار ما شا نه ببخشید او به ما و کار ما شعرید. الغوسل امان.